یادتونه دیگه، در واقع نفرون هست. نفرون از این کلومرول تشکیل میشه، بعد پروسیم رو باید شما داریم، بعد در واقع میاد میشه در این دیستات رو بود، بعد میشه بوسه نیزه و بعد هم در واقع کالکتین باید کار هستن که متصل میشن به در واقع کالیس ها و لگرچه و ادرار از اونجا تقویه میشه. و یک اپرین پارتیدور داریم که این رو میاد داخل بلادی هستش که استراکچر گرومرون میشه و مواد زایدش گرفته میشه و در واقع از یک روند به صورت یورین از اینجا تخلیه میشه. خب پس در واقع ما میتونیم بگیم که سه تا یا چهار تا ساختار اصلی داریم. یکی گلومرول ها رو داریم، توبول رو داریم، اینترستیشیوم رو داریم که بیماری های توبول و اینترستیشیوم معمولا با هم هستش و با هم بحثشون رو میکنیم و عروق خون. و در واقع ما چون خیلی از در واقع بیماری هایی که کلیه رو درگیر میکنن و این استراکچر ها رو درگیر میکنن توی گلومرول پاتوژنز تقریبا مشترکی دارن. کلینیکال مانیفستیشن هاشون هم در واقع تقریبا مشخص هست، پاتولوژی فایندینگ هاشون تقریبا مشخص هستش. ما یک قسمتی از بحثمون میشه در واقع بحث در مورد بیماری های گلومرول. همینطور پاتوژنز، کلینیکال مانیفستیشن و پاتولوژی فایندینگ در واقع بیماری های توبول و اینترستیشیوم مشترکه و در واقع یک بخشی از بحثمون که مربوط به فرض میشه بیماری های توبول و اینترستیشیوم داره. و همینطور همین موضوع در مورد عروقه و وسل استاپ پیدا باز برای که بیایم وارد بحثمون بشیم یه در واقع مروری باید داشته باشیم در مورد دیفینیشن ها و در مورد تعریفی که مربوط به کلینیکال مانیفستیشن های بیماری های کلیوی هست. اولین تعریفی که خیلی وقت ازش استفاده میکنیم ازوتمی هست. میتونیم حدس بزنیم که ازوتمی چیه؟ ازوت یعنی در واقع نیتروژن، درسته؟ امیو هم یعنی درد، درسته؟ پس بنابراین ازوتمی ها وقتی میگیم که مقدار اوره، کراتینین و همینطور بی یو ان توی خون افزایش بده کرده باشه. مهمترین علتش اینه که جی ان وان افزایش بده کرده و خیلی وقتا در مورد یک مانیفستیشن هست، یک اکیوت یا کرونیک کیدنی اینجری هست. یورمیا وقتی هستش که هم مریض ازوتمی داره، یعنی هم ما یه آزمایش ازش داریم که افزایش اوره و کراتینین رو در واقع بیو ان رو داره توی آزمایشش نشون میده، هم در کنارش علائم بالینی مرتبط با اون رو پیدا کرده. این علائم بالینی چیا هستش؟ اون چیزی که شما توی این جدول دارید ملاحظه می‌کنید. یکی
مریض متخصص به راه بود توی خون مریض ها آلبومین کاهش پیدا میکنه. پس بنابراین یک تظاهر دیگه، یک نشانه دیگه سندروم نفروزی هایپو آلبومینه.
و میدونید که حتی ممکنه که مشکل تو خود کلیه هم نباشه. یعنی وقتی میگیم گلومرولار، تبولوی ترستیشی یا واسکولار، خب داریم بحث در مورد خود پارتیشن کلیه میکنیم. ولی شما میدونید که در واقع ممکنه اکیوت رنال اینجری به علت فعلن پررنال باشه. میتونید مثال بزنید که این فعالیت پررنال اکیوت کیدنی اینجری میده بعد از مثلا تروما، بعد از مثلا یه خونریزی خیلی شدید، هایپوولیمیک استیت، یعنی که مقدار خون توی خود جریان خون توی بادی کم میشه، در نتیجه خون کمتر به کلیه هم در واقع میرسه و جی اف آر توی کلیه کاهش پیدا میکنه و منجر به ایجاد در واقع رنال اکیوت رنال اینجری میشه. پس این علل میشه علل رنال رو گفتم. پست رنال هم وقتی مثلا یه آبستراکشن داریم، مثلا مریضی که بی پی اچ دارن، یه آبستراکشن تو مسیر خروجی ادرار وجود داره و این باعث ایجاد در واقع رنال اینجری میشه. خب اکیوت رنال اینجری اکیوته، ولی اگر که در واقع مشکل کلیه مزمن باشه و علائم که مریض داره کلیه باشه و علائم مرتبط به یوریتروپنیا رو داشته باشه، خب این مریض کرونیک رنال دیزیز داره. و وقتی که دیگه به مرحله ای میرسید که کاملا بیماری برگشت ناپذیره و دیگه مریض ها اینجا باید برن پیوند بشن یا فقط با دیالیز میتونن زنده بمونن، میگیم که مریض اندستیج رنال دیزیز میره. خب، غیر از این علائم در مانیفستیشن ها خیلی در واقع شایع‌تر هست، ممکنه که مریض یه پروتئینوری یا هموجنی اسکوماتیک داشته باشه. یعنی مثلا هر کدوم از ماها که اینجا سالم هستیم، هیچ مشکلی هم نداریم، هیچ تظاهر بالینی نداریم، میریم مثلا یه آزمایش میدیم، همجوری آزمایش روتین میدیم، یه مثلا یورین آنالایزیس، بعد اونجا میگن که یه دفع پروتئین مختصر یا دفع آرگزی توی ادرار وجود داره. اینو بهش میگیم ایسیمپتوماتیک هماچوریا که خودش میتونه نشونه یک بیماری کلیه باشه. جلسه سوم در مورد اینفکشن ها صحبت میکنیم یا بیماری های عفونی، در مورد استون یا سنگ های کلیه صحبت خواهیم کرد، در مورد ابستراکشن یا بیماری های انسدادی و همینطور در مورد تومور ها. یعنی هر کدوم از اینا باز میتونه یک تظاهر بالینی مشخصی رو ایجاد کنه و یک بیماری رو مطرح کنه. خب مریض اومد با یه تظاهر بالینی قاعده، بعد شما برش خورده کردید، در فدرال 24 ساعته داشت، دیدید که مثلا بیشتر از 3 گرم پروتئین در روز داره دفع کنه، فهمیدید سندرم نفروتیک داره. اینجا حتما باید بیوپسی کلیه برای مریض انجام بشه. معمولا بیوپسی کلیه به صورت در واقع اینجوری میده بایوپسیه تحت گاید سونوگرافی انجام میشه. هم همکارای نفرولوژیست میتونن این کارو بکنن، هم معلوم بیشتر در واقع همکارای اینترونشنال رادیولوژیست این کارو انجام میدن. و خب اگر که مثلا یه بچه کوچیکی باشه که این کار رو میگه برای سخت باشه، بعد وقتا توی اتاق عمل جراحی هم میبرن و رج بایوپسی از کلیه تعیین میکنن و برای پاتولوژی ارسال. نمونه های روتین پاتولوژی رو تو چه فیکساتیو میفرستن؟ فرمالی در حالت عادی هر نمونه‌ای که میخواد بیاد برش پاتولوژی میندازن تو فرمالی که فیکس بشه، تخریب نشه. ولی در مورد نمونه بیوپسی کلیه علاوه بر نمونه‌ای که توی فرمالی قرار میگیره، یک نمونه رو هم باید کاملا به صورت فرش، یعنی میندازن توی نرمال سالی برای ما ارسال کنن. خب نمونه‌ای که فرشه خود فیکساتیو نیست، احتمالی که تخریب بشه زیاده دیگه. پس بنابراین خیلی سریع باید بازنشگاه ارسال بشه، کنار یخ معمولا نگهداری میکنن تا اون فاصله که طی میکنن بیان بفرستن برای آزمایشگاه. هدف اون چیه؟ برای ایمونوفلورسنس یا ایمون آی اف ما از این نمونه تازه استفاده میکنیم. اون نمونه که توی فرمالین فرستادن بریم پارافین ازش تهیه میکنیم، زیر میکروسکوپ نوری میبینیم، یه سری رنگ‌های اختصاصی در کنارش همیشه انجام میدیم، یعنی غیر از HRD یا همون برنامه‌ریزی ریموتوکسیدین اوزین عمومی با یه رنگ تریکروم داریم، یه رنگ TAS داریم، یه رنگ جونز داریم. من توی در اون مباحث که دارم صحبت میکنم در اون این رنگ‌ها هم بهتون توضیح میدم. نمونه سوم بایستی که توی فیکساتیو خاصی به اسم گلوترالدهید قرار بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه
میکروسکوپی فرستاده میشه. بیوپسی کلیه به صورت روتین طبق استاندارد هم باید مومی بررسی بشه، هم ایمونوپروسس وقتی بررسی بشه، هم الکترومایکروسکوپی بررسی بشه. در حال حاضر فعلا بیمارستان امام تنها مرکزی هستش که الکترومایکروسکوپی رو داره. خب در مورد بیماری ها گفتیم که میتونه به این شکل تقسیم بندی میشه: بیماری های گلومرولی، توبول، اینترستیشن و وست. بیایم یه مقدمه در مورد هیستولوژی نورمال از بافت کلیه داشته باشیم تا بتونیم وارد پاتوژنز و بیماری ها بشیم. خب اون اتفاقی که شما توی گلومرول میبینید یه فیلتراتین ممبرینه که توی اون سلول اندوتلیال هستن، بعد جی بی ام و بعد ویسرال اپیتلیوم یا پودوسیکا مزاجیومون داریم و پریتلوپیتلیازه به این شکل داریم. گلومرول چی بود؟ یک در واقع آرتریول آبران بود، خون رو میومد داخل در واقع این کپیلاری ها. یک کپیلاری تافت داریم، یک کلافه مویرگی داریم داخل یک فضایی به اسم در واقع بومن قرار میگیره، بومن سپیس، که از اطراف به واسطه یک کپسولی به اسم کپسول بومن به این شکل احاطه شده و بعد خون از طریق شریانچه بابران خارج میشه. حالا که ما فرض کنیم که این گلومرول رو ما یه مقطع ازش تهیه کردیم به این شکل، توی اون مقطع چی میبینیم؟ از بیرون گفتیم چی بود؟ کپسول بومن. خب زیر کپسول بومن یک ردیف سلول اپیتلیال داریم، خیلی فلته، بهش میگیم پریتال اپیتلیال سلول، یا سلول اپیتلیال جداری توی جدار قرار گرفته. خب این فضا فضایی که یورین قرار میگیره، پس یورینری اسپیسه و اینها هم در واقع هم کپیلاری ها هستن. یه دونه کپیلاریست ناینینگ داخلیش چه سلولیه؟ بلادوسل دیگه. خب پس چه سلولیه؟ اندوتلیوم. درسته؟ اصلا این سلولی که شما اینجا دارید هستش یه اندوتلیاسته هست. بعد این کپیلاری ها گفتیم یه کلافه، درسته؟ اینا یه جایی به هم متصل میشن. اون جایی که اینا به هم متصل میشن بهش میگیم مزاجیوم. و سلولی که داخل فضای مزاجی ها قرار میگیره مزاجی آسید هست. خب یه سری سلول خیلی اسپشیال هست و خیلی سلول تخصصی هم در گلومرول وجود داره، از جنس سلول اپیتلیال بهش میگیم بی سلول اپیتلیال سل یا سلول اپیتلیال احشایی یا پودوسایت. ویژگی اینا چیه؟ اینه که یه سری پا دارن، یه سری فود پروسس دارن. این فود پروسس ها به صورت عمود بر قشر پایه و به موازات همدیگه قرار میگیرن، همونی که شما دارید توی این تصویر اینو میگم. پس اینا در واقع میشن فود پروسس. خب حالا شما اینجا رو در نظر بگیرید که این قسمت رو مثلا بیاییم این بزرگ شده شو اینجا ببینیم، اینو بهش میگیم یه فیلتراتینگ بریر یا همون سد عبوری. اجزاش چیه؟ این دو تا پودوسیتی، این دو تا پروسسی که کنار من قرار گرفتن، بعد خود قشای پایه و بعد سلول اندوتلیوم. سلول اندوتلیوم توی گلومرول یه سلول خیلی جالبیه، بخاطر اینکه اون سیتوپلاسمش رو که به سمت در واقع کف جگاری گلومرول میفرسته، تو سیتوپلاسمش یه سری منافذی وجود داره، این سوراخ‌هایی که اینجا می‌بینید به اصطلاح میگیم فنستریتد. خب هر کدوم از این در واقع فنستراها باز دوباره میشن در واقع اون لایه سوم اون سد عبوری. چیکار میکنه این سد؟ باعث میشه که یه پروتئین هایی مثل آلبومین و بزرگتر از اون نتونن از داخل خون وارد فضای یورینالی بشن، یعنی اجازه عبور به این پروتئین ها و پروتئین های بزرگتر از این رو نمیده. خب حالا کی این پروتئینوری اتفاق میفته یا آلبومینوری اتفاق میفته؟ وقتی که این تخریب بشه، مهمترین جزش که تخریب میشه همین فود پروسس هست، درسته؟ خب این یه تصویر
بیماری اولیه ما رو مربوط کلیه نیست، بیماری سیستمیکه، ولی به صورت
هم درگیر میشن. بیماری مثل لوپوس یک بیماری سیستمیکه که درگیر کلیه هم توست شایعه هم مثل باسکولیت ها بینا که شما اینجا دارید. یه سری از بیماری های گلومرولی هم بحثشون بیسشون ژنتیکیه و هردیتوری هست که یک مثال از این بیماری ها رو هم جلسه یه آجابه خدمتون عرض کنم. خب در مورد پاتوژنز بیماری های اولیه گلومرولی خب دسته مهمتری بودن که ما الان میخواییم با هم بحث بکنیم. ممکنه که یه مشکل ایمیون دیسوردر باعث ایجاد بیماری شده باشه که شایع ترینش هم مهمتری و شایع ترین از مکانیزم اختلالات گلومرولی ایمیون دیسوردر هست. گفتیم ممکنه که درگیر کلیه سکندری باشه. یک دسته از بیماری ها آسیب توی فودوسیت ها به وجود میاد. اون مکانیزمی هم که آسیب فودوسیت ها ای آسیب فودوسیت ها به شکلی حتی نمیده منطقه چون آسیب اولیه تو فودوسیت هاست بهش میگیم فودوسیت رو باید و در نهایت از دست رفتن یه سری از نفرون ها و از بیرفتن یه سری نفرون ها باعث میشه که اونایی که باقی مونده هم آسیب ببینن. از یک مکانیزم دیگه برای بیماری های گلومرولی خود نفرون راست. خب مشکلات ایمونولوژیک میتونه که به این شکل باشه یا آنتیبادی مدییتد درسته یا ممکنه سل مدییتد باشه یا یک در واقع اختلال تو مسیر فعال شدن کنترل. آنتیبادی مدییتد هم ممکنه که در واقع به این شکل باشه که یک سرکولیتینگ ایمیون کامپلکس داریم، یعنی کمپلکس آنتیژن آنتیبادی توی خون به صورت سیستمیک ایجاد شده بعد اون توی گلومرول ها هم میشینه و باعث آسیب اونها میشه. میدونید که در واقع بهش میگیم تایپ 3 هایپر سنسیتیویتی ریاکشن. بهترین مثال براش بیماری لوپوس و یه حالت دیگه‌اش تایپ 2 هایپر سنسیتیویتی ریاکشن. یعنی چی؟ یعنی یه آنتیژنی تو خود گلومرول به صورت اتوآنتیژن عمل میکنه بعد آنتیبادی ها میان اونجا میشینن یه این سایکل کامپلکس تشکیل میشه و میشه در واقع تایپ 2 هایپر سنسیتیویتی ریاکشن که حالا با هم باز مثالاش رو میگیم. خب ببینید این شکل شماتیک برای که بهتر موضوع رو درک بکنیم این هم حالتی بود که یه سیرکیولیتینگ ایمیون کامپلکس داریم که میان توی کلیه مثل خیلی از ارگان‌های دیگه و وقتی که میاد توی کلیه دیگه سلکتیو نیست، دیگه میتونه بره هر جایی بشه، میتونه بیاد بین سلولای اپیتلیال. اینا پودوسیت بودن دیگه، درسته؟ اینا پودوسیت بودن، اینا فود پروسس هستن، این آبی ها درسته؟ پس که برای میتونه بین فود پروسس ها بشه دیگه، که مثلا یه سری دپوزیت ساب اپیتلیال میتونه بره تو فضای مزانجیال بشینه، میتونه بره بین سطح انتریال و قشای کلیه بشینه. خب یه حالت دیگرش اینه که یک آنتیجنی به صورت اوتو آنتیجن عمل میکنه تو خود کلیه، پس بنابراین این دیگه سیستمیک نیست، بیشتر در واقع خود در واقع لیمیتد تو کلیه هست. مثلا اینجا یه آنتیجنی بوده مثل این چیز سبز رنگی که داریم درسته توی فود پروسس هم قرار گرفته بوده، این به صورت یه آنتیژن عمل کرده، آنتیبادی بر علیهش تشکیل میشه به صورت درجا یا این سایتو همینجا ایمیون کامپلکس تشکیل میشه. یا مثلا اینجا این چیزای مثلثای نارنجی رنگ اینا اون آنتیژنایی بودن در طول قشای پایه که آنتیبادی بر علیهشون تشکیل شده به صورت این سایتو یک ایمیون کامپلکس تشکیل شده و خب شده یک بیماری گلومرولی. خب بعد از اینکه کمپلکس آنتیژن آنتیبادی تشکیل شد شما میدونید میتونه در واقع این چیز رو سیستم کمپلمان رو فعال کنه. سیستم کمپلمان که فعال شد اون ترکیبات کمپلمان که ایجاد میشه مثلا سیتروی بی که ایجاد میشه خودش میتونه تحریک کننده سلول های التهابی باشه. سلول های التهابی میان به سمت گلومرول اونجا اینفیلتره میشن، یه سری آنزیما ترکیب میکنن، این آنزیما باعث تحریک و بافت میشه و این میشه مکانیزم ایجاد یک بیماری گلومرولی.
ایمیون کامپلکس داشته باشه، میتونه بره هر جایی بشینه تو مزانیوم، فضای ساب اپیتلیال، فضای ساب اپیتلیال و یا مثلا این سایت کامپلکس داشته باشه که اون وقت دیگه لوکیشنش دیگه لوکیشن اختصاصی باشه. ببینید این الان تصویر یه میکروسکوپ نوری هستش از این گلیومورا. فکر کنید بعدش به این گلیومورا رو چیه؟ گلیومورا رو دیدیم دیگه تو تصویر قبل. فضاش کوچیک شده. فضای کوچیکش کوچیک شده. چرا؟ چون یه سری سلول دارم. چون یه سری سلول اومدن اینجا، اون سلول ها صدای التهابی هست. با همون مکانیزمی که بهتون گفتیم، صدای التهابی اومدن اینجا اینفیکتره شدن و شده در واقع یک گلوم نورو گفتیم که ایمونو فلورسنس یکی دیگر از اون چیزایی بود که برای بیوتی کلیه الزام بود. با ایمونو فلورسنس تصدیر میتروسی این ایمونو فلورسنس. با ایمونو فلورسنس چی کار میکنیم؟ بافت تازهی که اومده بوده برامون گلش تکیه میکنیم میذاریم روی لام، بعد روش در واقع آنتیبادی میریزیم، یه آنتیبادی که قرار مثلا ضد آی جی ای باشه، ضد آی جی جی باشه، ضد کمپلمان باشه، مثلا ضد سی 3 سی 4 سی 1 کیو. برای اینکه ببینیم آیا توی این در واقع گلومرولی که ما داریم دوباره یه بیماری توش دوباره یه بیماری می‌گردیم، آیا آنتیبادی کمپلکس آنتیژن آنتیبادی رسوب کرده یا نه. این در واقع دنبال کمپلکس آنتیژن آنتیبادی می‌گردیم. حالا ممکنه اون آنتیبادی آی جی ای باشه، ممکنه که آی جی جی باشه، کمپلمانه ممکنه سی 3 باشه، ممکنه که سی 1 کیو باشه. اون جایی که مثبت بشه این رنگ سبز رو برای ما ایجاد کنه. مثلا این آی جی جی بوده، یعنی توی این کلیه که ما داریم اینجا می‌بینیم رسوب کمپلکس آنتیژن آنتیبادی از جنس آی جی جی رو داشته. بعد پترنش برامون می‌بینیم این که مثلا این چیزایی که می‌بینید اینجا به صورت خطی هست، این شکل اینجا رسوبی که داریم می‌بینیم یه به صورت گرانولاره، به صورت این نقطه نقطه ها و این که کجاست، مثلا اینجا در امتداد جیبیه. خب، ولی اینا مواد بیسیک چیزی، مثلا مواد بیسیکیه که حالا می‌خوایم در مورد بیماری ها صحبت بکنیم. می‌گیم که هر کدوم توی نوری چی باید ببینیم، توی این فلورسنسش چی باید ببینیم، توی میکروسکوپ الکترونیش چی باید ببینیم. خب ببینیم مثلا اینکه می‌گیم پترن برامون مهمه، فکر می‌کنید این خطی باشه یا نقطه‌ای لینئار و گرانولار؟ خط دیگه، این خط کانتینیوسه، ولی این این نقطه ها از هم فاصله دارن جدا جدا. پس این میشه گرانولار، این میشه لینئار. خب در مورد ایمیون دیزوردرا با هم صحبت کردیم، کمپلکس آنتیجن آنتیبادی این سایتو سیگولیت سکر میکنی این والمنت رو حالا بعد در موردش صحبت کردیم پودوسایت اینجوری. خب پودوسایت اینجوری یک مکانیسم شایع در خیلی از بیماری های گلومرولی چه اولیه و چه ثانویه.
بقیه کاری هست بشن، همه جی ام آر و بیشتر بلاد فلو میره به سمت اونایی که سالم واقع میرن. این افزایش بلاد فلو باعث میشه که داخل کپیلاری ها هایپرتنشن اتفاق بیفته. هایپرتنشن رو سلولای اندوتلیال یه فشاری وارد میکنه و منجر به اینجری یا آسیب سلولای اندوتلیال میشه. به دنبال اون روابط پوزیشن و روابط نفوذ پروتئین و فیبرین و لیپید و این حرفا رو داریم. اون رسوب پروتئین و فیبرین و اینا منجر به کاهش فضای داخل گلومرول و کلاپس کپیلاری میشه. گفتیم سلولای مسنجی ها مثل سلولای مثلا ایمن، مثل سلولای فیبروبلاست تحلیل میشه، در واقع تحلیل میشن، میگن که باید یه کاری بکنیم. حالا شروع کنم به تکثیر پیدا کردن و یک ماتریکس خارج سلولی ترشح کنم که این ماتریکس خارج سلولی مثل همون فیبروزه، مثل کلاژن توی بافت آسیب دیده. این ماجر